کانون پرورش افکار به کوشش دکتر علی نیری. درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را. خانم ها، آقایان، به یکی دیگر از کنفرانس های یک روزه مهبانگ خوش آمدید. کانون پرورش افکار مهبانگ، بانگ دانش و خرد، نهادی است غیر انتفاعی و بدون سوگیری سیاسی که هدفش گسترش دانش و خردورزی یا همان ترویج علم است. تلاش مجموعه مهبانگ آن است که با دانش گستری و ترویج علم به گسترش فرهنگ علمی اندیشیدن و به کارگیری روش علمی و تفکر نقادانه یا سنجشگران اندیشی در میان مردم به ویژه جامعه فارسی زبان، نخست به جنگ تفکرات و اندیشه های کهنه و پوسیده شخصی برود تا راه را برای به چالش گرفتن باورهای غلط و واپسگرای اجتماعی و فرهنگی هموار کند. برای رسیدن به این هدف اما باید از راه سنگلاخ و پرپیچ و خمی گذشت که فقط میتوان با اتکای به یک اراده ملی و پشتیبانی از خردمندان جامعه امید به موفقیت آن داشت. بر همین اساس از 3 سال پیش به کوشش دوستان دانشمند و فرهیخته مجموعه مهبانگ آغاز به کار کرد و در این مدت به برگزاری کلاس‌های ماهانه و کنفرانس‌های یک روزه اقدام کرد. جلسه امروز هم یکی از همان روش‌های مهبانگ برای بردن علم با زبانی ساده اما دقیق و رسا به دل جامعه است. در برنامه امروز نخست 2 سخنران این کنفرانس هر یک به مدت 40 دقیقه صحبت خواهند کرد. پس از استراحت و پذیرایی 20 دقیقه‌ای این امکان وجود خواهد داشت تا شما شرکت کنندگان عزیز به طرح پرسش‌های خود بپردازید. از شما خواهش مندم تلفن‌های همراه خود را خاموش کنید و یا صدای زنگ تلفن‌ها را قطع کنید. از طرح پرسش یا دادن هر نوع گزاره در هنگام سخنرانی‌ها لطفاً خودداری کنید و تا حد امکان از گفتگو و رفت و آمد غیر ضروری پرهیز کنید. در اینجا لازم می‌دانم از هنرمند گرامی آقای داریوش اقبالی و رسانه رادیو تصویری آینه به دلیل حمایت و پشتیبانیشان از این برنامه نهایت تشکر و سپاس را داشته باشم. اجازه بدید که بدون فوت وقت از سخنران نخست برنامه آقای دکتر علی نیری، فیزیکدان با دغدغه‌های اجتماعی، دعوت کنم تشریف بیارن و سخنرانی خودشون رو به مدت 40 دقیقه با عنوان از نظم تا بی نظمی، از تقارن تا بی تقارنی آغاز کنن. ممنونم دوستان، لطف کردین که روز یک شنبه تشریف آوردید به اینجا. معمولا ما عادت نداریم که زمان فراغتمون رو برای کارهای جدی بگذاریم، بنابراین واقعا از همگی شما، تک تک شما سپاسگزارم، به خصوص بچه های کلاس مهبانگ. امروز میخوام راجع به یکی از مسائلی صحبت بکنم که اصولا تقریبا برای همه مردم جهان پرسش برانگیزه و اون هم مسئله این هست که معمولا این استدلال یا برهان نظم که برهان بسیار قدیمی است بهش متکی میشن و اون این است که عالم ما بسیار بسیار منظمه. به خصوص با دوستان پزشک که صحبت میکنیم همیشه این رو میگن که کافی شما به بدن یک موجود زنده نگاه کنید، انگار مثل ساعت کار میکنه و به نظر میاد که چنین نظمی حتما باید نازمی داشته باشه. امروز میخوام این برهان و استدلال رو به گونه دیگری به چالش بکشم. خب اول از همه
ازتون خواهش میکنم که حتما توجهاتون رو بدین، کمربنداتون رو صفر ببندین. امیدوارم البته من به سرنوشت شاه فقید دوچار نشم، چون اون وقتی هشدار داد کمربنداتون رو صفر ببندن خودش کله پا شد. ولی شما خواهش میکنم کمربنداتون رو صفر ببندین و امیدوارم که من رو در انتهای برنامه کله پا نکنین. برای اینکه بسیاری از مسائلی که اینجا مطرح میشه احتمالاً با اون باورها و حتی اون عقل سلیمتون شاید همخوانی نداشته باشه، ولی بگذارین که این کار رو انجام بدیم. اول از همه میخوام از مفهوم متقارن‌ترین چیزی که در طبیعت شما ممکنه فکرش رو بکنید. اصولا ما به تقارن علاقه بسیار زیادی داریم، سیمتری یا تقارن در هنر، در طبیعت اشکال مختلفش رو میدونیم و علت اینه که ما به تقارن علاقه مندیم. حتی میدونید هنرپیشه های سینما هم کسانی که صورت متقارنی داشته باشن از همه بیشتر مورد توجه قرار گرفتن و میگیرن، مثل بعضی ها که خیلی ها دنبالشون هستن، چه خانم ها چه آقایون. اینها کسانی هستن که صورت های بسیار متقارنی دارن. بنابراین تقارن چیز زیبایی است. ما متقارن ترین چیزی که در طبیعت میشناسیم خلأ، یعنی هیچ چیزی درش وجود نداشته باشه. برای اینکه یک مفهومی از خلأ رو به شما بدن که بعدان خلای کوانتومی رو بهتون بگم، این است که فرض کنین ما این اتاق رو خالی کنیم، مثل یک سلول در نظرش بگیرین، در ورودیش هم حتی مشخص نباشه و شما خودتون از بیرون به این اتاق نگاه کنین، ببینید هیچ جهتیابی نمیشه. حالا برای اینکه تصور بهتری هم داشته باشین، این اتاق رو تا جایی بزرگ کنین که حتی دیواراش هم دیده نشه. به هر سمتی نگاه بکنین شما این رو یکسان میبینین، هیچ جهت مرجحی وجود نداره، هیچ جهتی که به جهت دیگه بتونین برتری بدین وجود نداره. این رو ما بهش میگیم خلأ، یعنی هر جایی که چنین شرایطی داشته باشه خلأ ایجاد میشه. حتما توی فرهنگ ایرانی دیدین دیگه، میگن بفرماییم بالا. بالا یعنی چی؟ یعنی شما تقارن رو یک جوری شکستین اونجا. چرا؟ بیشترین فاصله رو با یه جایی داریم به نام در ورودی. اون در ورودی تقارن رو شکسته، حالا میتونید بالا و پایین رو در نظر بگید. فاصلتون وقتی از در ورودی بیشتر باشه شما در واقع بالا در نظر میگیرید. پس به محض اینکه کوچکترین شیئی رو شما قرار میدید شکست تقارن هست. این تقارن در فیزیک به این ترتیب شکسته میشه. همه عالم ما از یک خلأ کوانتومی اومده و به ناگهان این تقارن شکسته، که حالا بعداً راجبش توضیح خواهم داد. ببینید این یکی از زیباترین تقارن‌هایی است که در طبیعت وجود داره. این تقارن عملاً معادل یک تئوری بسیار مهم فیزیکی است، ولی نگاه کنید چه تصویر زیباییه. به هر ترتیبی که می‌خواید رو نگاه بکنید یک تقارن عجیبی در این تصویر وجود داره. در طبیعت تقارن معادل هست با یک جور قانون بقا در طبیعت یا قانون پایستگی در طبیعت. این تقارن در واقع تقارن بسیار خاصی هست که وحدت همه نیروهای بنیادین طبیعت رو به غیر از نیروی ثقل یا گرانش نشون میده. اما واقعیت چینه که وقتی که شما به خلأ نگاه میکنید، خلأ کوانتومی مثل خلأ کلاسیک صفر مطلق نیست، بلکه غلیان انرژی است. اینها در واقع افت و خیزهای کوانتومی هستند بر اساس اصل عدم قطعیت. یعنی در هر زمان کوچکی امکان افت و خیزهای انرژی وجود داره، انرژیهای فرو رفتگی و برآمدگی. اونایی که برآمدن انرژیهای مثبت دارن، اونایی که فرو رفتن انرژی منفی دارن. اینها رو اصطلاحاً بهشون میگن virtual particles، ذرات مجازی. و ما هم میتونیم ذرات با بار الکتریکی مثبت داشته باشیم و با بار الکتریکی منفی، و این ذرات همدیگر رو خنثا میکنن و در مجموع به شما این سطح مسطح رو میدن که صفر باشه. اگه بخوام یه مثالی بزنم که دوستانی که تو کلاس های من اومدن بهش آگاه هستن، این هست که در خلأ کلاسیک، خلأی که در زمان نیوتن و پیش از اون تصور میشه، صفر و مجموعه ای از میلیون ها صفر، میلیون ها صفر که با هم دیگه جمع بشن باز هم به شما صفر خواهند داد. اما خلأ کوانتومی و کوانتوم وکیوم اینجوری نیست. در واقع مجموعه ایست، میتونید فکر کنید، از اعداد مثبت و منفی که جمع جبریشون صفر میشه. مثبت 1 و منهای 1، مثبت 2 و منهای 2.
ولی وقتی اینا رو جمع میزنین صفره. ولی دیگه مجموعه از صفرها نیست که صفر شده، مجموعه از اعداد مثبت و منفی است که صفر شده. اون اعداد مثبت و منفی معادل این افت و خیزهای کوانتومی است که برآمدگی ها رو شما میتونید به عنوان انرژی مثبت در نظر بگیرید و تو رفتگی ها رو به عنوان انرژی منفی در نظر بگیرید. خب یکی از این افت و خیزها رو اگه من به طور مثال بخوام در نظر بگیرم شبیه این شکله. بستگی داره که شما از چه فرهنگی میاین، این رو میتونید به اشکال مختلف ببینید. اگه بسیار به فرهنگ، چون در کالیفرنیا هم هستیم، به فرهنگ مکزیکی علاقه مند باشین، این شبیه کلاه مکزیکیه. اگه اهل شراب، که ما مسلمانیم اهل شراب نیستیم، ولی خب دوستان حتما بطری شراب رو دیدن، انتهای بطری شراب هم یه گودی به این شکلی داره. بنابراین چه مدل مسلمونیش در نظر بگیرین که کلاه مکزیکی باشه، چه مدل کافرها در نظر بگیرین که مدل شراب بطری شراب باشه، یک همچین تقارن عجیبی رو میتونید ببینید. منتها خلایی که ما ازش صحبت میکنیم، یعنی شما بالای این کلاه مکزیکی هستین، از این بالا شما انگار بالای کوهین، کاملا دور و برتون متقارنه، درسته؟ ولی وقتی که از این بالا که صعود کردین بندازنشون پایین، شما دیگه اون تقارن رو نمیبینید. بنابراین وقتی شما پایین کوه ایستادید اون تقارنه از بین میره، ولی وقتی بالای کوه هستین اون تقارن رو میبینید. در واقع انرژی خلا در اینجاست و بعد کل عالم خلاصه از سلطنتش میفته و میفته پایین، اون تقارن رو دیگه از دست میده. تقارن در حد اکثر انرژی وجود داره و وقتی که انرژی از دست میره به یک حالت بی تقارنی میفته که بی تقارنی ممکن هست فقط جنبه موضعی داشته باشه. این واقعیتی است که برای اون ذره‌ای که حالا بهش میگن ذره خدا، ولی درست‌ترش ذره هیگز هست، همچه اتفاقی میفته. این نقطه‌ای که اینجا میبینید کل عالمه، کل عالم برای فیزیکدان شبیه یک نقطه است. در بالای یک چنین حالت فاز کوانتومی قرار داره و بسیار در تعادل ناپایداره، یعنی با کوچکترین اختلالی، پریشه دیگه ای در سیستم، این میتونه به سمت چپ یا راست بره و بیفته تای این دره. اینو بهش میگن کوانتوم ولی، یه دره کوانتومیه. وقتی به درون دره میفته دیگه تقارن رو از دست میده و به این بهش اصطلاحا، به همین اتفاقی که میفته، یعنی از بالا به پایین افتادن، بهش میگن شکست تقارن. پس اگر ما امروز اینجاییم به این علت هست که تقارن در طبیعت شکسته، این نقطه اول. اگر همچنان ما در تقارن کامل بودیم، یعنی در خلأ بودیم، در خلأ هیچ چیزی وجود نداره به غیر از افت و خیزهای کوانتومی، یک جایی به علت همون افت و خیزها ما از این حالت ناپایدار به پایین افتادیم و تقارن شکسته. حالا که تقارن میشکنه اتفاقا تازه اتفاقات جالب رخ میده. این یک تصویر دوبودی است از اون حالت. شما انرژیتون رو از دست میدین، این حالت رو اصطلاحاً بهش میگن که انرژی کاذب، و به انرژی خلأ کاذب. وقتی به خلأ واقعی میرسین شما میبینید که تقارن رو از دست دادید. این یه حالتی است که میبینید با دو مرتبه همون کلاه مکزیکی یا شما بطری شراب داده در نظر بگیرید، با کمی افت و خیز میبینید یه همچین انحنایی ایجاد میشه و بعد این میتونه بیفته یا سمت راست تو دره سمت راست یا تو دره سمت چپ. بنابراین تقارن میشکنه بعد از این. یه بار دیگه نگاه کنین، شما در اینجا در مرکز قرار دارین و از نظر کوانتومی همین امکان داره که شما به چاه سمت چپ برین یا به چاه سمت راست برین، در صورت فرقی نمیکنه، تقارن به این ترتیب شکسته میشه. ولی جالبه که اگه خود شکل این مجموعه کل رو در نظر بگیرید همچنان متقارنه، درسته؟ ببینید چه تقارن زیبایی هم داره، یک افتادگی، برآمدگی، یک افتادگی، و این میتونه میلیون ها بار تکرار بشه. ولی حضور کل عالم در یکی از این دره ها باعث میشه که اون تقارن کامل رو نبینه. بنابراین درس امروز این هست که خلأ کوانتومی در کسر بسیار کوچکی از ثانیه ذرات مجازی و ضد ذرات مجازی رو به وجود میاره. از خلأ برای مدت کوتاه اینا زندگی میکنن و دو مرتبه اینها همدیگر رو نابود میکنن و تبدیل به انرژی میشن. بنابراین شما میتونید از انرژی ماده بگیرید و
دو مرتبه ماده تبدیل به انرژی بشه، همون اصل همارزی ماده و انرژی اینشتین. بنابراین انرژی چیزی جدای از ماده نیست، ماده هم چیزی جدای از انرژی نیست. این که بعضی اوقات دوست داریم چیزهای فراطبیعی رو به انرژی نسبت بدیم، این به این معنی نیست که شما اطلاعاتتون حداقل 112 سال قدیمیه. حداقل یعنی افکار شما مال 112 سال پیشه. بهتر هست که برین ریبوت کنین افکارتون رو، بدونین که هیچ تفاوتی بین انرژی و ماده نیست. انرژی و ماده یکی‌اند. بنابراین اونهایی که اصرار دارن مسائل فراطبیعی رو بگن از نوع انرژی هست، در واقع این اصل ساده فیزیک رو ازش ناآگاه. و بعد از اینکه این اتفاق میفته، حدس بزنین چی میشه؟ وقتی که چنین تقارن این شکسته میشه، اون موقع است که بیگ بنگ یا مهبانگ اتفاق میفته. انرژی زیادی رها میشه. انرژی مثبت از منفی جدا میشه. انرژی منفی مربوط به ثقل یا گرانش یا گراویتیه. انرژی مثبت مال بقیه نیروها هست که از نوع دافعه هستن. اینو بارها گفتم، اونایی که علاقه دارن بگن کسی انرژی مثبت داره یعنی انرژی دافعه داره. بنابراین خیلی کامپلیمان خوبی نیست به آدما دادن. اتفاقا انرژی جذاب انرژی منفیه. بنابراین از نظر من شما همه جذابین و انرژی منفی دارین. و به هر حال همین شکست تقارن مرتب ادامه پیدا میکنه در مراحل مختلف و کهکشان‌ها شکل میگیره. امروز ما به مدد تکنولوژی مثلا تلسکوپ هابل یک برش کوچکی از کیهان رو که نگاه میکنیم، هر کدوم از این نقاط که میبینین یک کهکشانه. امروز میدونیم که بیش از 3000 میلیارد یعنی 3 تریلیون کهکشان در عالم ما وجود داره، فقط در عالم ما. و هابل، تلسکوپ فضای هابل تونست بخش کوچکی از عالم رو به این ترتیب عکس برداری کنه که تصویر بسیار زیبایی هم هست. به حال چه در روی زمین باشین و چه در روی فضا، که شما به آسمان نگاه میکنین، داریم به تاریخ باستانی خودمون یعنی عالم نگاه میکنیم و میتونیم به میلیاردها سال قبل بریم و تحول و اِوولوشن عالم رو مورد بررسی قرار بدیم، یا فرگشت عالم رو، حالا چه در فرگشت در کیهان باشه، چه فرگشت در به اصطلاح موجودات زنده باشه، که دکتر نوذری سخنران دوم برنامه راجبش مفصلا صحبت خواهند کرد. این تصویر است برای اینکه ببینیم ما کجای این عالمی که خیلی خیلی فکر میکنیم بزرگی ولی هنوز درک درستی ازش نداریم قائل شدیم. هر کدوم از این نقاطی که میبینین، این نقاط در واقع خودشون خوشه های کهکشانی هن. هر کدوم از این نقاط میتونن هزاران کهکشان رو در بر گرفته باشن. ما اگر خودمون رو در مرکز در نظر بگیریم، ما در ویرگو در ابرخوشه به اصطلاح سوپر کلاستر، ابرخوشه سنبله هستیم و این عالمی است که در اطراف ما هست و میبینید که خلاهای بسیار بزرگی هم ما بین این ساختارهای بزرگ وجود داره. به هر حال ما در چنین عالمی داریم زندگی میکنیم. یه بار دیگه ببینید، ویرگو سوپر کلاستر، ابرخوشه، این نقطه که شما میبینین بیش از 2500 کهکشان توشه، همون نقطه. بعد در همین نقطه یک کهکشان دیگه ای هست به نام راه کهکشان، در فرهنگ رومی یونانی بهش میگن کهکشان راه شیری، و اونجا یک خورشیدی هست، در کنار خورشید اون یک زمینی هست و در کنار زمین اون هم انسان‌هایی هستن و هم توی اینجا قبله عالم وجود داره، هم رهبر مسلمین تمام جهان وجود داره. ولی خب متاسفانه وقتی که از این منظر نگاه میکنین، حتی نقطه هم نیستن، حتی کهکشان ما هم لیاقت نقطه بودن رو نداره. تمام این نقطه 2500 کهکشان رو در بر گرفته. ببینید این فاصله ای که نزدیک این حدودا یک اینچ هست، هر یک اینچ برابر یک میلیارد سال نوریه. این انفجار بزرگ انرژی که از خلای کوانتومی به دست اومده، یه مقدار برای ما یک اثراتی رو از خودش باقی گذاشته که ما به اون اصطلاحاً میگیم Cosmic Microwave Background Radiation، تابش زمینه کیهانی، که اگر اون تلویزیون‌های قدیمی آنالوگتون رو میداشتین،
اون برفکی که میدیدین 5% اون برفک ناشی از این تابش زمینه کیهانی بود، البته بیشترش به خاطر وسایل الکتریکی و الکترونیکی اطرافتون بود. فقط ببینید که علم چقدر تو این و تکنولوژی تو این مدت چقدر پیشرفت کرده. در سال 1965 که اولین بار پنزیاس و ویلسون در پرینستون تنها اثری که از انفجار بزرگ گرفتن به این شکل بود. 1992 کاوشگر کوبی توانست که چنین تصویر بهتری رو بگیره. ببینید این افتخیزهای کوانتومی است. این در واقع دیدین که شما به دیوار خونتون عکسای جوانی خودتون رو میزنید، خوشتون میاد از خودتون، عکسای بچه ها رو میزنید، بیشتر لذت میبرین. اگر میخوایم ببینید که عالم ما چه قیافه‌ای بوده وقتی که فقط 400 هزار سالش بوده، این قیافه عالم ما بوده با دوربینای قدیمی. حالا دوربینای بهتری داریم، این قیافه عالمه که متاسفانه یه ذره آبل روه. ولی به هر حال هر کدوم از این خط قرمزی که میبینید در واقع به خاطر اثر صفحه کهکشان خود ماست، میشه اون رو حذف کرد. ولی این نقاط با پررنگ آبی که میبینید اینها بعداً تبدیل شده بهش میگن voids یا تهیجاها، و این نقاط پررنگتر تبدیل به کهکشانها شده. ولی اگر بپرسن شما چه قیافه‌ای بودی موقعی که فقط 400 هزار سالتون بوده، یا به طور دقیق‌تر 380 هزار سالتون بوده، این قیافه ما بوده. این کاوشگر دبلیو مپ هست، به خاطر ویلکنسن، و نقشه‌ای که از عالم در اون زمان گرفته. برای اینکه مقایسه کنید از نظر تکنولوژی چقدر پیشرفت کردیم، این تصویر کوبی بوده. یه بار دیگه با هم دیگه ببینید تصویر کوبی در مقایسه با چیزی که 2003 انجام شده، یه بار دیگه مثل تصویر میمونه که شما از یک نوزادی میخواین ببینید که رو مچبندش چی نوشته شده. ببینید که چقدر الان ما در تکنولوژی پیشرفت کردیم. شما حتی میتونید الان نوشته روی دست بچه رو بخونید. به حال این اگر که اون اثر به اصطلاح کهکشان رو حذف بکنیم، کهکشان خودمون رو حذف بکنیم، به این ترتیب میتونید قیافه خودمون رو در 400 هزار سالگی ببینیم. این افتخیزهای کوانتومیه. درست شبیه این حوضچه‌ای هست که میبینید این موجک هایی که روش شکل گرفته. شما اگه دو تا سنگ، سه تا سنگ با هم دیگه، یا هزاران سنگ با هم دیگه بندازید، ببینید چه الگویی رو، یک چه پترنی رو در سطح آب ایجاد میکنه. عین این اتفاق رو حالا خدا یا هر چیزی که شما دوست دارین، موقعی که اون خلای کوانتومی وجود داشته به خاطر اصل عدم قطعیت، این افتخیز ها رو میبینیم. و این افتخیز ها که بسیار بسیار کوچک بودن، باورش سخته. در یک مدت زمان نزدیک به 14 میلیارد سال به کهکشان های به اون بزرگی رسیده که من به شما نشون دادم. و این چیزیست که ما اصطلاحاً بهش میگیم کف کوانتومی، کوانتوم فوم، که همون افتخیز های کوانتومی هست. بنابراین ما تقریبا تصویر نسبتاً روشنی داریم از لحظات و از کسر بسیار کوچکی از ثانیه بعد از این انفجار بزرگ انرژی تا به الان. این تاریخچه همگی ماست که مشترک ماست. ولی خب اگه بخوایم که با زبان عامه بگیم، در کتاب تکوین یا سفر پیدایش یا تکوین، عذر میخوام، اینجوری بوده که خب خدا یه دفعه تصمیم میگیره که عالم رو به وجود بیاره. ما اینجاییم، حالا خدا یا هر کس دیگه که شما بهش باور دارین، نمیخوایم بهش بپردازیم، میگه let there be light، که البته میدونیم از نظر علمی غلطه، چون بعد به پیدایش عالم نور نبوده اصلا، بلکه انرژی بوده. نور خیلی خیلی بدتر تازه به وجود میاد. خب اون موقع هنوز اطلاعاتشون دقیق نبوده، این رو خدا اون موقع هنوز ورژن جدید نداده بوده. بنابراین در واقع اتفاقی که افتاده انفجار بزرگی است، دمای بسیار زیادی است و انرژی بسیار بالا این انفجار رخ داده. این حرارت و این انرژی اونقدر بالاست که خیلی بیشتر از اون چیزی است که فکر کنید یخ رو آب میکنه و بخار آب وجود بیاره، و حتی اونقدر بالاتر از اونه که بتونه بخار رو به یونهاش تجزیه کنه، شبیه پلازما بشه و تبدیل به اتم ها بشه. حتی این انرژی اونقدر زیاده که اتم ها رو بشکونه به هسته اتم، و هسته اتم رو هم حتی بشکونه و تبدیلش کنه به ذرات بنیادی تری به نام کوارک. این انرژی حتی از اون انرژی هم فراتر و بالاتر.
بنابراین اگه بخوام از تخصص دکتر نوذری شروع کنیم، ویروس ها که اندازه شون فرض کنین یک 10 میلیونیوم متر هست، بعد به مولکول ها میرسیم، اینا اندازه شون حدود 1 نانومتر هست، بعد به اتم ها میرسیم که حدود 1 آنگستروم هست، بعد کوچکتر که بریم به هسته اتم میرسیم به 1000 میلیاردیوم متر هست، و بعد تازه به درون هسته اتم میریم که بسیار بسیار عدد کوچیکی میشه. و اینجا به نظر میاد که ما دیگه نمیدونیم که از کوارک کوچکتر که پروتون ها و نوترون ها رو میسازه چه هست. ولی جالبه، چرا این خواستم بهتون نشون بدم؟ به نظر میاد که ما هر چقدر از بد و عالم دور شدیم پیچیدگی بیشتر شد. یعنی در بد و پیدایش عالم ما چند تا ذره بیشتر نداشتیم، در حالی که الان ما جدول تناوبی داریم، برای دوستانی که شیمیشون خوب بوده میدونن که الان نزدیک 120 عنصر داریم در مقابل 120 عنصری که تمام طبیعت ما رو ساخته. بدون اون ما زندگی برامون غیر قابل تصوره. اتم ها از هسته اتم و الکترون ها درست شده، مثلا گاز هلیوم و نیون که در این آخرین ستون جدول تناوبی قرار گرفتن. این رو مقایسه کنین با خشت های بنیادین هسته اتم، فقط ببینین چند تا هستن، چقدر کم تعداد، چون اونجا 120 تا داریم، ما اینجا فقط 12 تا داریم که شامل کوارک ها و لپتون ها باشه. حالا نمیخوام، موضوع بحث من اون نیست، فقط میخوام بهتون بگم که ما به نظر میاد از یک تقارن به بی تقارنی رفتیم و از یک سادگی، یعنی شما میتونستید کل عالم رو با همین 12 تا ذره بیان و توصیف بکنید، یک دفعه رسیدید به یک سیستم پیچیده تری که 120 عنصر فقط توش وجود داره. حالا تازه ما راجع موجودات زنده که پیچیدگی بسیار بیشتری دارن صحبت نمی کنیم. بنابراین ما در اون هسته اتم پروتون ها رو داریم که از کوارک ها درست شدن، و نوترون ها که اونها هم از کوارک ها درست شدن، و الکترون که از نوع لپتون ها هستن بسته. حالا اینا مهم نیست. برهان نظم چی میگه؟ در انگلیسی به برهان نظم میگن design arguments. برهان نظم چی میگه؟ که به علت پیچیدگی که عالم ما داره خیلی تصویر روشنی به ما باید بده که این پیچیدگی باید با دخالت یک ایجنت، با یک عامل خارجی باشه، وگرنه نمیشه چنین پیچیدگی شکل بگیره. چشم ما، قلب ما بسیار بسیار پیچیده است، چگونه ممکنه این پیچیدگی همینجوری خود به خود به وجود اومده باشه؟ چه توصیفی هست؟ بنابراین خیلی به نظر منطقی میاد که نتیجه گیری بکنیم که یک موجود فراطبیعی وجود داره که ناظمه و این نظم رو برای ما به وجود آورده. معمولا مثالی که میزنن، شما به طبیعت نگاه بکنین، فرض کنین یک روزی رفتین در کنار ساحل و شانس این که شما یک چنین ساعتی رو پیدا کنید چقدر میتونه باشه؟ حالا اینو پیدا بکنین، چند نفر از شما حاضرید که بگین این به صورت اتفاقی و اصطلاحاً رندوم کتری به وجود اومده؟ مسلماً کسی که عقل داشته باشه چنین نتیجه گیری رو نخواهد کرد و حتما میگه این ساعت با این پیچیدگی که داره به نسبت این شنها که بسیار سادن، البته این دوتا موجودم با دکتر نوذری بعدن صحبت خواهیم کرد بسیار پیچیده هستن، ولی چطور ممکنه اینها خود به خود به وجود اومده باشه؟ چطور ممکنه از شانس و اقبالی همچین چیزی به وجود بیاد؟ ساعت تازه یک سیستم مکانیکی و قابل مقایسه با یک موجود زنده نیست، بسیار بسیار پیچیده است. بنابراین عقل سلیم به ما میگه که حتما باید یک عامل خارجی باشه، اسمش رو شما میخواین هر چی بذارین، خدا، وودو، نمیدونم حتی این روزا مولانا، هر چی دوست دارین اسمش رو بذارین، میتونه این قدرت رو داشته باشه که این کار رو انجام بده. بنابراین من با شما هیچ دعوایی ندارم، هر چی شما دوست دارین، فقط چنین قدرتی رو داره، باید داشته باشه که یه چنین کاری رو انجام بده برای ما. بنابراین پرسش مهم این هست که آیا ما میتونیم شی
یا هر نوع ماهیتی رو در عالم در نظر بگیریم که این طراحی نشده باشه. بنابراین وقتی میگیم طراحی نشده باشه، یعنی این که ناظمی نداشته باشه. آیا چنین چیزی امکان داره؟ آیا چنین چیزی امکانش هست؟ من امیدوار بودم زنگ بیشتر بخوره که من بتونم از شما آب بخوام. ای جان، میشه به من یه آب بدی؟ حالا چه برسه به یک موجود پیچیده مثل این قورباغه سبز؟ اسم آکادمیک و علمیشو از دکتر نوذری بپرسین. اسمای خیلی خیلی سختی دارن اینا. یا حتی یک باکتری ساده تر همچنان خیلی خیلی پیچیده تره از ممنونم حال جان دوست کردیم سپاس گذارم مرسی. چرا موجودات زنده وجود دارن و آیا امکان این هست که این موجودات ارگانیسم های زنده توسط یک موجود هوشمند غیر زنده به وجود اومده باشه؟ آیا این امکان وجود داره؟ یک سوپر کامپیوتری که یا بهش میگن پست هیومن. ما این دوره هیومن رو رد کنیم وقتی که فیوز بین، حالا دکتر حاتمیان به من ایراد میگن، ولی فرض کنین دکتر جان الان رو نمیگم، مثلا 1000 سال دیگه، 2000 سال دیگه، شاید 1,000,000 سال دیگه، شما دیگه تفاوتی بین ربات و موجود زنده رو، موجود ارگانیک رو نتونین تشخیص بدین و اونا اونقدر هوشمند باشن. و یه بحث فلسفی بسیار مهمیه در واقع. این سوال بسیار مهمه که آیا ما بخشی از یک شبیه‌سازی کامپیوتری هستیم یا نیستیم؟ هیچ کس نمیتونه به این پاسخ بده. آیا ما بخشی از یک شبیه‌سازی کامپیوتری هستیم یا نیستیم که موجودات بسیار بسیار هوشمند، یا یک هوشمند، من ترجیح میدم که بگم موجودات، به هر حال دعوا بین یک و بی نهایت دیگه، یا شما به یک اعتقاد دارین یا به بی نهایت، یا شما از ادیان ابراهیمی میان یا از تفکرات هندویسم میان، به هر حال تفاوتش بین یک و بی نهایت. یا اینکه امکان داره یک جور فرایندهای طبیعی وجود داشته باشه که از طریق گزینش طبیعی، انتخاب طبیعی، ارگانیسم هایی رو به وجود بیاره که از طریق این اتفاقات رندوم به اون چیزی برسن که اینجا رسیدن. و چون این صحبتی است که دکتر نوذری راجبش خواهند کرد، من وارد این موضوع نمیشم. بنابراین میخوام فقط این رو بهتون توجه بدم که اساساً جنگی که جهان آمریکا، منظورم استکبار جهانی بود، با مسئله اِوولوشن داره، فرگشت داره، عملاً نشناختن این هست که به هیچ وجه فرگشت به شما توضیح نمیده که اولین ارگانیسم چجوری به وجود اومده، بلکه تغییر و تطور اون رو قرار هست توصیف بکنه. اینکه چرا عالم ما تونسته حیات رو به وجود بیاره، اون هم از اون دسته چیزهاییست که ما براش پاسخی نداریم. ولی میتونست اینجوری هم نباشه. این بسیار مهم. میتونست اینجوری هم نباشه. عالم ما، چون الان ببینید یه زمانی ما فکر میکردیم که عالم ما کره زمین است و چند تا سیاره، بعد فهمیدیم که عالم ما منظومه ما هست با میلیون ها ستاره دیگه، بعد فهمیدیم عالم ما کهکشان ما هست با تریلیون ها کهکشان دیگه. امروز داریم این سوال رو میکنیم که شاید عالم ما تنها عالم نباشه، عالم ما هم یکی از عدد انقدر بزرگی که نمیشه گفتش، ولی عدد یک با 500 تا صفر جلوش، میتونه یکی از این عالم ها باشه. متاسفانه نمره بزرگی براش ندارم که بگم، خیلی بزرگ، از گوگل هم بیشتر. حالا برگردیم به یه چیزایی که کمی طبیعی تر هست در تخصص دکتر توسی که اینجا نشستن. آقای دکتر ببخشید پامون رو میکنیم تو کف شما. مسئله این هست که شما هیچ کس فردا رو به خاطر نمیاره، ما همه گذشته رو به خاطر میاریم. همیشه به نظر میاد که اون چیزی که شما میبینین شکست شدن تخم مرغ. شما نمیبینید که تخم مرغی که شکست شده سر هم سوار شده مگر در
فیلم‌های هالیوودی و تبدیل به یک تخم مرغ سالم میشه. شما به طور طبیعی میبینید که ستاره ها از خودشون انرژی میدن و نهایتاً میمیرن. برعکس این اتفاق نمیشه. ما انسان ها هم همینطور. ما انسان ها از قبر بیرون نمیایم و مثل بنجامین باتم مسیر برعکس رو در زمان طی بکنیم. بنابراین به نظر میاد که یک پیکان زمانی وجود داره که یک سوی است. ما هممون دوست داریم که اگه میشد به زمان در زمان عقب میرفتیم و خیلی از تصمیمات غلطی رو که گرفتیم درستش میکردیم. ای کاش این امکان وجود داشت، ولی طبیعت اینجوری متاسفانه کار نمیکنه. هر کی هم بهتون داره میگه همچین چیزی رو ساخته داره دروغ میگه. متاسفانه چنین امکانی وجود نداره. ما امکان این که زمان رو به عقب ببریم نداریم. زمان فقط به سمت جلو حرکت میکنه. دکتر جان ساعتتون رو تغییر ندین، اون تقلبه. ساعت مچیتون رو نمیتونین عقب بکشین، شما فقط خودتون رو گول زدین. خب به نظر میاد که منشأ این پیکان زمان درست همون نقطه شروع، نقطه آغازین یا بیگ بنگه. چرا ما اینو نمیتونیم بفهمیمش که زمان یک سویه است؟ برای اینکه ما درک درستی از پیش از این انفجار نداریم. اگه میدونستیم قبل از بیگ بنگ چه خبره، شاید بهتر میتونستیم بفهمیم که چرا زمان فقط به سمت جلو میره. ببینیم ما در فضا میتونیم عقب و جلو بریم، چپ و راست بریم، بالا و پایین بریم. این اختیار رو در زمان نداریم. زمان متاسفانه فقط یک سویه میره. ما حتی اگر یک جا هم ساکن و ثابت بمونیم در تمام طول عمرمون، والله نمیخواستم این استفاده کنم، یه چیزی داره اونجا زیاد میشه و اون عمر ماست. یعنی حتی اگه ساکن هم بمونیم، محور زمانی همچنان داره کار خودشو میکنه و ما عمرمون بیشتر و بیشتر میشه. بنابراین برای اینکه درک بهتری از این داشته باشیم، ما لازم است که بدونیم که پیش از مهبانگ یا بیگ بنگ چه اتفاقی افتاده. برای این مسئله همچنان ما در ابتدای راهیم. و این فکر کنیم مسئله الهی و مذهبی هست. الان کاملا در قلمرو فیزیک هست. این یکی از کارهایی است که فرض کنیم من با یکی از دانشجویان پی اچ دی می‌داریم انجام می‌دیم. قبل از بیگ بنگ چه اتفاقی افتاده؟ آیا ما می‌تونیم اثراتی از اون رو در دنیای فعلیمون ببینیم یا نه؟ خب حالا برای اینکه درک بهتری از این داشته باشیم، یک مقایسه هم برای انرژی بکنیم. ما دو جور انرژی الان لازم داریم که با راجبه صحبت کنیم. یه انرژی مثبتی هست، انرژی جنبشیه، و یه انرژی اصطلاحا انرژی پتانسیل. شما مثلا وقتی که میرین روی دایو و شیرجه میزنین، انرژی پتانسیل کسب میکنین و بعد این رو تبدیل به انرژی جنبشی میکنید. دائما این دو تا انرژی در تبدیل به هم دیگه هستن. انرژی اساساً به علت تقارن اولیه‌ای که در طبیعت وجود داشته، کل انرژی عالم صفره. مجموع انرژی‌های مثبت و منفی به شما صفر رو داده و در نتیجه انرژی نه از بین میره و نه آفریده میشه، بلکه از یک صورتی به صورت دیگه تبدیل میشه. اینو بهش میگن قانون بقای انرژی یا اصل پایستگی انرژی، اگه بخوام با فارسی هوخشتره‌ای بگم. ترمودینامیک یک شاخه بسیار مهمی در فیزیک و در مهندسی است. یکی از متخصصین شما همینجا نشسته. آقای دکتر کتاب برای فروش آوردین امروز در حراج $100. شروع میکنیم. شاخه ترمودینامیک که تخصص آقای دکتر توسی هم هست، ولی فیزیکدان ها رو بسیار بسیار نظرشون رو جلب کرده، این هست که به شما میگه که در واقع چجوری شما انرژی رو از یک شکل به شکل دیگه میتونید تبدیل بکنید و چه هزینه‌ای باید برای تبدیل این انرژی بدین. آیا برای اینکه این انرژی رو تبدیل بکنید میتونه بدون هزینه باشه؟ مثلا فقط تصور کنید که قانون مثل قانون جذب، law of attraction وجود داره. همینجوری فکر کنید چجوری من میتونم انرژی رو از این به اون تبدیل کنم، همینجوری انجام بشه و ما پولدار میشیم. متاسفانه یه قانونی هست به نام قانون دوم ترمودینامیک که این تبدیل انرژی ها به هم دیگه رو میگه باید هزینه براش بدیم متاسفانه. و در طبیعت هم این کاملا در کاره. ما هممون مجبوریم که غذا بخوریم و برای این غذا خوردن باید انرژی مصرف کنیم.
تبدیل انرژی در واقع شیمیایی به انرژی حرکتی هست و بعد این تبدیل انرژی به ما قدرت حرکت کردن میده. حالا قانون دوم ترمودینامیک ظاهراً معیاری است برای سنجش بی‌نظمی و همین قانون دوم ترمودینامیک هست که به ما پیکان زمانی رو نشون میده. خیلی برای شما عادی است که شما خونه رو اینجوری ترک کنید و اینجوری ببینینش، ولی هیچ وقت عکس این اتفاق نمیفته که شما خونه رو اینجوری ترک کنید، مگر اینکه فیلم هالیوودی داشته باشید یا کسی باشه که بدونید داره این کار برای شما انجام میده. بنابراین فرایندهای طبیعی هیچ وقت از سمت راست به سمت چپ نمیره. فرایندهای طبیعی به طور طبیعی از سمت راست به چپ نمیره. فرایندهای طبیعی به طور طبیعی به سمت بی‌نظمی میرن، یعنی از چپی به راستی میرن. یعنی فرض کنید این کارتا خانه پوشالی که اگر میسازین، خیلی راحت که بر علیه یک به اصطلاح پریشیدگی اختلال کوچک این در هم ریخته بشه، به سمت بی‌نظمی میره. همین قانون در طبیعت هم وجود داره. یه عده‌ای هستن که میگن قانون دوم ترمودینامیک کاملا در جهت خلاف قوانین موجودات زنده و فرگشت اِوولوشن هست. اولا اینکه این تصور غلطیه که فکر کنیم قانون دوم ترمودینامیک فقط به شما بی‌نظمی رو نشون میده. بیش از اونه. در واقع اتفاقا بعضی اوقات قانون دوم ترمودینامیک ممکنه کاملا کانتر اینتیوتیو باشه، با تصورات شما در تضاد باشه. در واقع قانون دوم ترمودینامیک خصوص کسانی که بهش حمله میکنن، به اِوولوشن، به فرگشت حمله میکنن، میگوین در واقع قانون دوم ترمودینامیک میگه یک سیستم پیچیده باید تبدیل بشه به یک سیستم نامنظم ساده. پس در طبیعت چجوری این اتفاق افتاده؟ ببینید ما الان دو عامل رو داریم که در تضاد با هم دیگه هستن. یکی این هست که به نظر میاد پیچیدگی در طول زمان باید افزایش پیدا کنه. بنابراین طبق نظریه اِوولوشن یا فرگشت موجودات دارن دائما پیچیده تر و پیچیده تر میشن. بنابراین باید ما افزایش پیچیدگی رو ببینیم. افزایش پیچیدگی بر اساس اینجوری که این دوستان تعبیر و تفسیر میکنن، یعنی کاهش انتروپی. انتروپی یعنی سنجشی برای بی‌نظمی، یعنی بی‌نظمی داره در طبیعت ما داره کاهش پیدا میکنه، وگرنه نباید موجودات زنده به وجود میاد. در صورتی که قانون دوم ترمودینامیک میگه در طول زمان ما باید دائما به سمت بی‌نظمی بیشتر بریم و این افزایش انتروپی به معنی کاهش پیچیدگیه. کامپلکسیتی توی سیستم باید کمتر و کمتر بشه. پس این دوتا در تضاد همدیگه هستن. میل شما دانشمنداست که یا بخواین اِوولوشن رو قبول کنید، موجودات زنده، یا قانون دوم ترمودینامیک. مشکل اینه که اگه شما بخواین قانون دوم ترمودینامیک رو کنارین، هیچ چیزی درست نیست در زندگی شما. یعنی شما نمیتونید اتومبیلاتون رو برونین، نمیتونید خونه رو بسازین، نمیتونید یخ رو آب بکنید، نمیتونید فرض کنید که میخواستم یه مثال سکسی بزنم نمیزنم، حالا بگذاریم. این از کتاب آفرینشگراها گرفته شده. اگر شما نظم کامل رو داشته باشین، حرف اینها این است که اینجا بی نظمی کامله، اینجا نظم کامله. بنابراین میبینید که شما ذرات رو دارین و هر چقدر در واقع از این بی نظمی به سمت نظم میرین، شما میبینید که پیچیدگی بیشتر میشه. پس در واقع افزایش بی نظمی به معنی کاهش پیچیدگی خواهد بود، ولی طبیعت داره خلاف این رو به ما نشون میده. طبیعت در واقع اینجوری که این آفرینشگرها میگن، یعنی در یک جای موجودات زنده آفریده شدن و در طول زمان، برای اینکه نمیشه قانون دوم ترمودینامیک گذاشت کنار، تمام اساس مهندسی و تکنولوژی بر اساس قانون دوم ترمودینامیک. بنابراین تنها چیزی که میشه بهش حمله کرد داروین، نظریه گزینش طبیعی و نماینده
به حق ایشون دکتر نوذری در این جلسه هستن. خب پس جالبه که بدونین آنتروپی اولین بار استفاده شد به معنای تبدیل یک فرم انرژی به یک فرم دیگه. حالا یه چیز دیگه ای هم که توی این مسئله مهمه در مورد موجودات زنده این هست که، و اینو نادیده میگیریم، دو عامل در تقابل با هم هستن. درسته که ما به طور طبیعی افزایش انتروپی رو در عالم داریم، اما ماده در هر فرمی که در نظر بگیرین دوست داره به همدیگه بچسبه. یه در همه سطوح از هسته اتم تا ماها به زمین، یعنی فکرشو بکنید ما به زمین چسبیدیم یه جوری نیروی گرانش. پس هر چیزی که فکرشو بکنین از کوچکترین ذرات تا بزرگترین ذرات تا کیهان یک جور تمایل به چسبندگی وجود داره و این تمایل به چسبندگی باعث به وجود آمدن کامپلکسیتی یا پیچیدگی میشه. بنابراین ما میتونیم هم چسبندگی در سطح کلان داشته باشیم و یا در سیستم های خیلی خیلی پیچیده مثل موجودات زنده داشته باشیم. این دو عامل بسیار مهمه و از قضا این بی‌نظمیه در عالم کمک میکنه به این نیروهای چسبنده که این چسبندگی رخ بده. متاسفانه من زمانم به پایان رسید، شاید در بخش پرسش و پاسخ بتونم بیشتر این رو بیام. فقط یه چیز دیگری رو بهتون میخوام اینجا نشون بدم که بسیار بسیار مهم است. آنتروپی که سنجش به اصطلاح بی‌نظمی هست فرای اون. شما فکر کنید که در واقع عالم دوست داره به سطحی بره که بیشترین آنتروپی رو داشته باشه. بیشترین آنتروپی یعنی این که محتمل ترین چیز رخ بده در طبیعت. محتمل ترین چیز حد اکثر آنتروپی رو داره و این معجزاتی که خیلی‌ها میگن در دنیا و در طبیعت اتفاق میفته در واقع رویدادهایی هستن با احتمال بسیار کم. بذاریم بهتون یک مثالی رو بزنم اینجا برای اینکه مشخص بشه. شیر یا خط. 4 سکه رو شما در نظر بگیرید که ما این 4 سکه رو شیر یا خط رو ببینیم چه حالتهایی ممکنه به وجود بیاد. 2 حالت سادهش این است که یا همشون شیر بشه یا همشون خط بشه. اینا حالتهای میانی هستن. ولی نگاه کنین بیشترین حالتی که ممکنه اتفاق بیفته این هست که دو تاش خط بیاد دو تاش شیر بیاد. 6 حالت میتونه به وجود بیاد. حالا فکر کنیم به جای 4 سکه من این رو با 100 سکه انجام بدن. یک دفعه ببینید چقدر ارقام تغییر پیدا میکنه. نگاه کنین بیشترین حالت چه زمانیه؟ زمانی است که شما 50 شیر دارید 50 خط دارید. من یه مثالی دکتر توسی زدن که میخوام از مثالشون استفاده کنم. مثال بسیار خوبیه. شما یک سینی رو بگیرین به جای اینکه چای ببرید به مهمونتون بدین سکه توش بندازین و حالا سعی این سینی رو شما به بالا پایین بندازینش. بعد از مدت کوتاهی که این کار رو انجام دادید میتونید ببینید که بهترین یعنی ایدئال ترین شرطی که به وجود میاد این هست که 50 از اون سکه ها شیرن 50 تاشون خطن. این حالت حالت تعادله. سیستم های طبیعی دوست دارن به ماکسیموم آنتروپی برسن، یعنی به حالت تعادل برسن. عالم ما در حال افزایش آنتروپی هست. در ابتدای عالم، حالا تو یک واحدی که مهم نیست، این اعداد اعداد بسیار مهمه. در ابتدای عالم کمی بعد از مهبانگ آنتروپی عالم عدد 1 / 88 صفر جلوش بوده. در حال حاضر آنتروپی عالم یک گوگله. یک گوگل یعنی عدد 1 / 100 جلوش. خب؟ و بعد در آینده موقعی که عالم میمیره آنتروپی عالم میشه عدد 1 / 120 جلوش. یعنی بی‌نظمی عالم در حال افزایش. به عنوان نکته آخری که میخوام بگم و تموم کنم حرفامو برای بیش از حد مجازم صحبت کردم عذر میخوام، این قوانین قانون دوم ترمودینامیک دنیای ما بر اساس قوانین احتمالات، همه چیز عالم بر اساس قوانین احتمالاته. احتمالات به معنای اللابختکی نیست. اگر فکر میکنین اللابختکیه یه بار برین لاس وگاس و اونجا سعی کنین اللابختکی بازی کنید، همیشه شو بازنده ای.
اونجا هم قوانین قوانین احتمالات، آدمایی هم بودن که اینا رو یاد گرفتن این قوانین رو و تونستن لاس وگاسیا رو شکست بدن. ببینین، جستجو کنین توی گوگل میبینین چه کسایی این کارو انجام دادن. بنابراین اون چیزی که عالم درش حکم فرما هست در واقع نظم نیست، قانونمندیه. دوستان باورمند به جای اینکه اصرار بکنن و بگن عالم نظم داره و لاجرم ناچار یک ناظمی داره و این ناظم رو معادل خدا میگیرن یا پروردگار هرچی، استدلالشون غلطه. برای اینکه علم داره به ما نشون میده جهان هر لحظه داره به سمت بی‌نظمی میره. اون چیزی که اتفاقا ما هنوز بر پاسخی نداریم این هست که عالم ما قانونمنده، حتی این بی‌نظمی هم بر اساس قانون داره جلو میشه. بنابراین ما عالمی داریم که میتونه یک واضعی داشته باشه که قانونش رو وضع کرده با تمام مشکلاتی هم که توش هست. این سیستم خیلی باگ داره دیگه، خیلی بی‌عدالتی توش داره، خیلی مشکلات داره توش، ولی قانونمنده. همه اتفاقاتی که داره در عالم میفته بر اساس قانونه. چرا این تصور وجود داره؟ برای اینکه ما انسان‌ها موجودات اجتماعی هستیم و در اجتماع نظم و قانون رو معادل هم دیگه میگن. اجتماعی که نظم نداشته باشه یعنی بی‌قانونه. اجتماعی که قانون داشته باشه منظمه. در طبیعت اینجور نیست. بی‌نظمی به معنای بی‌قانونی نیست. حتی بی‌قانونیش هم حتی بی‌نظمیش هم قانونمند و تابع قوانین بسیار مشخص طبیعت هست و اون قوانین مبتنی بر قوانین احتمالات. ممنونم از توجهتون، سپاسگزارم از وقتی که به من دادید.